ځه هم خره غلاس قدرمن لیدونکو د سهار شمند ښه خبرونه دوامtau لکه څنګه مو چې په تاریخ خبرونه کې عامو هل <سؤال> سره دی هره ورځ په خبرونه کې استاد امر الدين امني بل مونګ سره وی او هره ورځ د ورځې مبارک مې شه د فضیلت په باره کې به مونږ تاسو ته معلومات راکوي ونهم استاد امر الدين امني لمون سره په خبرونه کې د نن هم د ورځې د بیلابیل فضیلتونو په اړه مونږ تاسو ته معلومات راکوي دا چې د ورځې نیت څه د دولنیاتو کو د نفلي ورځې لپاره څه دولنیاتو کو ترڅنګ د افطار په وخت کې هم د روزه مات په وخت کې سره رقم دعا وکو په سحري کې سره رقم دعا وکو د دې ټول پاړه بوست د امري دي نامه نه معلومات راکوي خو مخه لاغي برزو د روزه دعا کور دعای روزه سو ما ماه مبارک رمضان بسم الله الرحمن الرحيم خدایا نصیب فرما در این روز برایم هوش و خود آگاهی و دور بدار در این روز از نادانی و گمراهی و عطا کن برایم از ار نعمتت که فرود آورده ای بخشش خودت ای بخشنده ترین بخشندگان من د رشید مبارک مشته د ریم ورځ د و او چب زای موسره ولیده او حفیظ همت للی دی د کارت نو دریم سرکټ ژوندای گزارش مونږ تاسو ته وړاندې کوی هر ورځ په خبرونه کې دوه گزارشونه لري یو فلمیټ نصاد کوي په دو هم سات کې او سم مونټاج ونده گزارش لري او تاسو هم کچې غوړې د حفیظ امری د گزارشونه تکرار غوړې د سر ژوند خبرونه ترڅنګ کولی شي درنچل جون چینل یوټیوب ته مراجعه وکړي ازم چینل در سره سبسکرایب او ها را ویډیو اوه وی ما را خبرونه چې تاسو غواړئ کول شي چې د ریان ټلویزیون پر چنل یوټیوب تکرارو ګوري هله کول شي خپل نظریات محم له مونږ سره شریک کړئ او مونږ هم حتماً ستاسو سره نظریات لزان سره په خبرونه کې تطبیقو د حافظه بيډي پولور هم ورسو وو وګورو چې چمتو شوه د کناډا کارټین او دریم سره کتله لیدي وو وګورو چې نن د روزي مبارک مېشتري مبرز زمون خلک پڅ کرونو اخته دي اخه uh, مخکې له غېڅ خبر زو دوستم ریدین امانی پرور او لکه څنګه چې مخکې ولیدل دي موضوعات په اړه به مو ټوله معلومات وکړي او ستاسو خوشامدین سبتان بخیر تشکر سلامات بش خوشحال هستیم که در سیومین ماه در سیومین روز ماه مبارک رمضان باز شما را در برنامه با خود داریم و بعد از همیشه شما را در همه روزهای برنامه با خود میداشته باشیم و امروز هم یکی از موضوعات بسیار خوبی را انتخاب کردیم که نیت روزه چی است چطور میتونیم نیت بکنیم و موضوعات دیگه که است بر بیننده ها معلومات خود دادن که واقعا خیلی مهم است که هم ما بفهمیم و در ماه مبارک رمضان موضوعات تطبیق بکنیم و در نظر بگیریم در قبل ازې کې د موردي چګونې نیت په خاطر روزه وګورین درنی خوست د در موردي نیت پرمو وګورئ چې نیت چیاس او بیا د څه د موردي چګونې نیت د ماه مبارک رمضان باندې معلومات بدئ الحمدلله الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاه والسلام علی خیر خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعین اما بعد فأعوض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الأعمال بالنيات نخصتا هم سلام ارزرم ب شما همكاران تخنيكيتان و بنندان محترم أميدوار هستم ك عبادات وطعاتيك در اين ماه مبارك ومقدس انجام مم مو عبد مورد قبول пروردار قرار برد و تقصيرات نواقصات كمبوديها و كاستيها كه در وجود انسانهاи روزدار قرار دارد اللهمتعالار از بين ببر نت در اصل همان قصدو اراده هست همان قصد و اراده انسان قبل از انجام دادن کار انجام میته عبارت از همان قصدو ارادهе که انسان را وامی داره به انجام دادаنи کار ا هم ترکи کاری چون در زندگی هیچ کاری بدونи اراده و تصمیم امکان نداره هر کارе را که انسانها انجام میتن او تم من ا ه اراده مرن قصد من بعدا او ار را انجام متن مخصوصا انسان عاقل زمان مخوه ک کار را انجام, انجام بته اول تصمیم مره و بعدا و ار را انجام مت بناا نت وابسته به امال انسان هست انبر بزروار اسلام صلى الله عله وسلم مفرما انم الاعمال بنیاد هر عمل وابست ب نت داره علما مینویسند که در شند نزول حدیث یک شخص از مکه مکرمه به مدینه منوره سفر کرد و هدف از سفر از او ازدواج بود یک دخترخانم که باشنده مدینه منوره بود زمان که صحابه رفت اونجا ازدواج رد دوباره برشت به مکه مکرمه انبربزرواسلامصى اهعفرمانما الاعمال بنيا وانما لكل مرئ مانوا فمن كانت جرته ىاللهورسلفجرته الىالله ورسوله الى ومن انت جرته الى الدنيا يصبهاعهر انسان سفرمنار سفرا بخر رضايت اللهوبخطر خشنود اللهوغمبر پس سوابو پاداشت براش داده میشوه حجرت ازو مشخص است اگر کسی که هدف از سفرش دنیا باشه به خاطر بدست دست آوردن مال و دنیا باشه او را انسان بدست میاره همو ثواب برش داده میشوه که یعنی او مربوط دنیا مادیات میشه بله بسیار خوب استاد در مورد اسی بگوین که چه زمان ما میتونیم بر روزه نیت بگیریم و در مورد چگونگی نیت روزه بر ما بگوین که چطور میتونیم زمانی که میخوایم روزه بگیریم برش نیت بگیریم ما اختلاف دارند در تقریبا دو نظریه وجود داره و ها میگن که ب و هر روزی که انسان روزه میگیره باید هر روز باید نیت کنه و تصمیم داشته باشه و از یعنی از اول شب الى طلوع فجر قبل از فجر طلوع میکنه انسان میتونه که نیت کنه بسیار. یا به باور هستند بسیار خوب و حدیثی هم در رابطه هست که از, از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم روایت شده که و هرگاه روزه میگرفتن ومفرمودا ك وبصوم غاد نويت من شهر رمضان و هدف مفهوم حدیثی است که ما یعنی فردا ماه مبارک رمضان رو مکمل نیت میکنم. <applause> از این واضح معلوم می شود که هر روز ما از اول شب نیت کنیم یا هم بجه شب نیت کنیم یا هم وقتی که ما سحری میخوریم قبل از اینکه ما آزان می وقت ما نیت میکنیم امی داره می خونیم و بیسو می غد نویتم شهر رمضان البته ضرور نیست که با عربی گفته شود هر کس به مو لهجه خود به زبان خود میتونن که اداره بخوانن اگر به زبان عربی باشه باز احسن و خوبتر می باشه بسیار خوب و اگر دوستایی که نتونن نتونستن حفظ بکنن میتونن که باز تکرار بر دوما رو ببینن ایدعا رو میتونن حفظ بکنن و یا هم ترجمه شکل استاد یادآوری کردن میتونن اون رو هم از زمان که بر روزیتون شما نیت میکردن بخوانن خب استاد نیت روزی فرضی و روزی نفلی هر دو یک چیز است یا هم فرق میکنه و تمام که متفاوتتر هست و روزه ماه مبارک رمضان روزه فرضی هست که بالای هر انسان عاقل بالغ و مسلمان این فرض می باشن. و از اول شب طلوع فجر میتونه که ای نیت کنه اما در روزهای نفلی کسایی که علاوه از ماه مبارک رمضان در روزهای دوشنبه چهارشنبه یا پنجشنبه یا روزهای عرفه یا بعضی روزهای خاصی که یا روزه میگیرن و یا میتونن که از اول شب نیت کنن یا تا آخر شب نیت کنن یا هم تا قبل از ظهر قبل از او که دوزده یک بجه میشه یا میتان که نیت کنن حدیث هم د ای باره از پیغمبر خدا صىاله عليه وسلم روایت شده که حضرت عایشه از پیغمبر خدا روایت میکنه که پیانبر در خانه آمد نزد ازواج متهارات و گفتن که تعام ار وجود داره م نوشجان میکنم و ازواج متهارات فت نان یا هم تامی وجود نداره پیغمبر خدا گفت که درست از مشکل نیست من نیت نگیرم از این حدیث و علیه واضح معلوم میشه که کسایی که روزه های نفلی میگیرند و ساعت 10 بجا 12 بجا قبل از نماز پیشین یا اگر نیت هم کنن اشکالی نداره بسیار. اما در ماه مبارک رمضان ما از اول شب نیت کنیم یا تا زمانی که مولا اذان نمیت یک ده 15 دقیقه قبل ما نیت میکنیم بسیار خوب و در مورد فرضیت نیت بگوین بگو استاد آیا نیت کردن به خاطر روزه فرض است و کسانی که یادشان میره یا نه نمیفهمن اما سهری خیسان هم خودش در نیت کردن حساب بشه یعنی بله واقعا جای شک تردید نیست که زمانی که ماه مبارک رمضان فرا میرسه و هر انسانی مسلمان و معتقد هست و باورمند است که روزه فرض است و در قلب نیت میکنند <تصفح> به مخاطر است که نیت وابسته به قلب داره <تصفح> و بیرون اگر کسایی که تصمیم روزه گرفتن دارن یا هم قصد دارن رضایت دارن که ما روزه میگیریم اگر نیت از بیش از یا فراموش میشه هیچ اشکالی نداره روزه از یا میشه چون هم موسی هر خیستن و قسم که شما هم یادواری کردن همی که ما اعتقاد داریم و, و قلب ما را قبول کرده میخوادش خودش یک نیت بزرگ است و استاد در مورد دعاهای افتاری بر ما بگوین دعای نیت کردن بر روزه خوب بر ما گفتن زمانی که ما روزه را افتار میکنیم کدام دعای خاص است که ما باید بخوانیم و بعد از او افتار کنیم ولی در مسند امام ابو داود که یک از جمله کتاب های معتبری اهل تصنن هست مخصوصا به نام سیهای سته یاد میشو اونجا واضح از پیغمبر خدا صى اهعلهووسل روایت است که پیغمبر خدا صى اله عه ووس زمانی کافتار میکردن و ادعا ره میخواندن اللهمه انی لک سمتو و علی رزقک افترتا ی خدایه ما به نام تو روزه گرفتم و به نام تو افتار, افتار میکنم میکن. و ای حدیث صحیح است و در اسناد از ای هیچ ضعفی وجود نداره و هر مسلمانی ک مخصوصا زمانی که افتار میکنه و ای دعاره بخوانه کوشش کنه داره بخونه اگر اداره داره به زبان عربی هم خوانده نمیتونه میتونه که به مو زبان خود بخونه هیچ مشکل نداره ترجمه از اون میتونه کیرا دقیقاً بسیار ترجمه هم بسیار آسان است و خود امید دعا هم بسیار کوتاه است میتونه که هموطنان ما به بسیار راحتی حفظ بکنن و بخونن و در مورد دعای سحری بر ما بگوین استاد که در سحری هم کدام دعای خاص است که ما باید بخونیم آغاز بکنیم و یا هم به خاطر از اینکه سحری ما را تمام میکنیم به خاطر از او هم دعای هست. سحری مخصوصا زمانی که ما نان نوشی جان میکنیم و بعد از ده دقیقه خوب است که 20 دقیقه قبل از غذا دیگر ما قبل از اینکه ملازان میتم ما چیزی باید نخوریم ننوشیم این خوب بهتر میشه که امی دعایی که از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلام ثابت هست و به غدین نوایت من شهر رمضان و به غدین یعنی روزه صبح را من نیت دارم که از طرف صبح ما روزه میگیرم ما گفتیم چی در اول در اول شب بگه یا هم فرق نمیکنه که قبل از مول اذان قبل از طولی فجر وقت هم اداره خوانده میتونه بسیار خوب و استاد میشه در مورد ذکر های دیگه بر ما بگوین که کدام ذکر های خاص است که در میان تراوی خوانده شوه یا هم در بین عصر شام خوانده شوه که ثوابتش بیشتر باشه بهترین دعا مو است که بعد از نمازهای فرض باید انجام داده شود و پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم هم بعد از اینکه نماز فرض را می‌خواندند وه دست بلند مدن طرف راست دار مخوردن و دست بلند مد و دعا مردن ربنا ظلمنا انفسنا وان لمتغفرلنا اهم ربنا اطنا فی الدنا حسنه وف الاخر سنها بهترینست ما در ماه قرار دارم واقا ماه خل مقدس هس ماه ذر از ار ست ماه استغفار هس ماه توبه هست و عبادت ما در ماه مقدس انجام متم برابر افتد مثا к فرз دа اه ا انجام تم ادا منیم к فرз برابرи هتد فرз د دиаر ماههо شمار مеشа ا هم к نفلе и ما در и ماه مبارк رаمضان مеخانیم رت نماز ا د رت نаماز م باب هфد نفل شمار مشو ذر از кار ما متانیم سبحان الله الحده الله ابر بوانیم اما خوب است که در ی ما اگر بیشتر و بیشتر قرآن کریم چونکه ماه نزل قرآن است اگر قرآن بیشتر و بیشتر مطالعه شوه گپی خوب است هر نوع ذکری که از پیغمبر از الله متعال از صحابه ثابت هست ما میتونیم کور انجام بدیم چی عربی باشه یا با زبان خودمون باشه ایجش کاری نداره بسیار خوب و ان که خداوند به هم ما توفیق تا همه ارشادات که خداوند جل جلاله فرمود در در ماه مبارک رمضان از کار صلوات است و عبادت است همیشه به صورت درستش انجام بده و تشکر استاد از اینکه شما هم تشریف آوردین انشالله که باز هم فردا شما رو با خود می داشته باشیم دوستان خوش سلام و حال هم فرصت رسیده به حفیظ امیری که به منطقه کارت سرکسی با هم هم میبینیم که چی داره در گزارشش